با سلام آرزو، من سپاس وکیلی آرزو امروز هم رسیدم خدمتتون برای یک فال قهوه کلی بدون زمان دیگه و با آرزو اینکه از این فال خوشتون بیاد، رضایتتون جلب بشه، انشالله انرژی مثبت رو به من انتقال بدین، انرژی مثبت رو از این شمع زیبای سفید دریافت بکنین، حس خوب داشته باشین تا انشالله یه فال قشنگی رو با هم دیگه بتونین تفسیر بکنین. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، مثل همیشه چون شما لایق بهترین ها هستین، فالمون رو به نام خدای مهربان شروع میکنیم. لطفا نیت کنین، بفرمایین بسم الله. فال قهوه کلی بدون زمان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو. خب از زیر دسته شروع میکنیم. آقایی که دارم میبینم، آقایی که سردرگم هستی و داری راهی میشی، حالا هر راهی هم هستیش داری میری برای کار و مال، داری میری پیرامون راه کار مال راهی شدن رو دارم برات میبینم، با ناراحتی هم داری میری، یعنی از دایره زندگیت با قلب شکسته داری جدا میشی، دل نمیخوای بکنی، مجرد یا متعهر هر کسی، آقایی که به خانوادت پابند هستی ولی به واسطه کار مال، حالا کارت، شرایط کاری مالی، تو فضای دیگه، از شهر دیگه، از جای دیگه است، باید بری، مجبوری که بری، ولی ناراحت دارم ببینم و قلب شکسته که نمیخوای از خانوادت فاصله بگیری. حالا آقایی هستی که مجرد یا متعهد یا از شخص احساسی یا از خانوادت نمیخوای دل بکنی. خب خانمی رو دارم اینجا میبینم، خانمی که سر یک دوراهی گیر کردی، برات دارم میبینم، بیرون هر تصمیمی که میخوای بگیری، برای چاقویی که افتادی، جدایی که میخواد رخ بده، سقف روشنی که در انتظارته، از یک تردید میای بیرون، چاقو روشن، یعنی یک جدایی که به نفع شماست، برش کات خوردن یک رابطه از ارتباطی که قطع میشه و به نفع شما دارم میبینم، و از این سردرگمی و بلا تکلیفی میای بیرون، از این سقف میای بیرون، ورود به یک سقف دیگه، سقفی که توش احساس ناآرامی اونجوری نمیکنی. حالا چرا میخواین جدا بشین؟ برای به هر دلیلی هست، سقفی که روشن دارم میبینمتون، یکی از اعضا، حالا آقا یا خانمی که تو اون زندگی هستی، حالا خودت یا همسرت، کسی که یا محرمت، کسی که تو این سقف هستی، یه مشکل یا یک مریضی یا یک کسالت داره، به واسطه اون داری میای بیرون، یعنی دعوا نیست، بحث نیست، بگو مگو نیست، یک کسالتیه که مثل ببینید سقف روشن، سقف روشن، روشن راه احساسی، همدیگر رو دوست داریم، برای به هر دلیلی هست، یک کدری هست که نمیتونیم تو به واسطه اون کدری، بیماری، کسالت، مشکل با همدیگه زندگی کنیم، سقف روشن به سقف روشن و بلافاصله جدایی رخ میده و ازدواج دیگه برات سر میگیره. حالا چه مشکلی هست نمیدونم، ولی پروازی که براتون دارم میبینم غالبا شادتون میکنه و نعل قشنگی که براتون دارم میبینم، امیدوارم ببینیم، یک پروازی که رخ میده، نعل خوشگل و قلب شما رو شاد میکنه، یک مهاجرت، سفری که با دل خوش یا با شادی یا خیلی منتظر بودین تا بالاخره این اتفاق رخ میده، با رضایت قلبی و خوششانسی که دارم ببینم، در جایی که داری میرین بخت با شما یاره، یا یک زندگیتون اصلا تغییر میکنه با این رفتنتون و این اتفاق قشنگ دور از دست نیست، پس به زودی براتون انشالله که اتفاق میفته. خب به دو وعده دیگه دارم یه جا به جایی صف به صف رو براتون دارم ببینم، یاده دو تا صف روشن ببینم، این خونه ایم که توش نشسته خوبه، خونه جدیدی هم که داریم میبینیم خونه قشنگ و خوب و روشنی دارم براتون ببینم، به دو وعده این نقل مکان اتفاق میفته، خرید خونه از اسباب کشی هر جزش، رهن، اجاره، هر چه که هست، از یه خونه به یه خونه رفتن هستش، یا صاحب کاریتون داره تغییر میکنه، هم این کارتون خوبه، هم کار بعدی که داریم ورود میکنی، پس دو تا سقف روشن، یا کارتون تغییر میکنه به دو وعده نزدیک، یا خونتون داری اسباب کشی میکنی، ولی من هر دو رو دارم روشن میبینم، شایدم دو سقفه یا دو شغله داری میشین، شاید یه خونه دیگه هم دارین تو جای دیگه دارین تحکیم میکنین، یا یه محل کار دیگه هم برای رزق خلوصیتون دارین پیدا میکنین، برای دو تا سقفه روشن. خب ببینید اینجا نوشته سه تا ولی بی داره سر. حالا نمیدونم سین ته الف به یه سین تو نام یا نام خانوادگی تعدادی از دوستان رو دارم ببینم که سین ت الف به
یه حالا ممکنه بخشش تو حروف شخصی سسیتون باشه، بخشش نام یا نام خانوادگی شما باشه، هر چه هست مرتبط با یک رابطه‌ای که داره کات میشه، صفحه که داره شکسته میشه، یا زندگی از هم داره میپوشه، یا ارتباطتون داره با هم دیگه قطع میشه، تو حروفی که همچون چیزی براتون داره میبینم، یکی از طرفه راه احساسیش داره باز میشه، یعنی یک ارتباط قطع میشه ولی یه رابطه احساسی که باز میشه، گشایش تو یک رابطه احساسی. شاید دارین قطع ارتباط میکنین ولی یه رابطه دیگه ای رو دارین آغاز میکنین، یه راه احساسی دارم براتون میبینم. خب ساعت براتون افتاده، فرصت رو از دست ندین. ساعت به این روشنی که براتون دارم ببینم نشانگر این هستش که زمان زمان مناسبیه برای هر کاری که میخواین انجام بدین، هر قدمی که میخواین بر، هر اقدامی که بخواین انجام بدین الان موقعشه. یعنی فرصت به این طلایی رو از دست ندین، زمان رو پشت گوش نندازین، فرصت رو از دست ندین، نگین فردا، نگین پس فردا، الان موقع انجام اون تصمیم مهمیه که توی زندگیتون گرفتین. انگشتات خوشگلی که دارم براتون میبینم ولی یه قدر کج دارم میبینم، قدر مواظب باشین. ممکنه یه محرمیتی، ممکنه یه ذره داره توش خلل ایجاد میشه، یا یک نامزدی داره یه ذره مشکل پیدا میکنه، هر چیز یه قدری کج دارم میبینم، ممکنه یه ذره مشکل دار بشه یا مرتبط با محرمیتی مشکلی به وجود بیاد. دقت کنید لطفا. خب یه بحث و بگو مگو دارم اینجا براتون دارم میبینم ولی بحث و بگو مگو نیست، موضوع فرزنده و حرم و گنبد و بارگاه افتاده. حالا من نمیدونم نظر و نیازی کردیم برای بارداری، خانمی که بچه به بغل، بچه رو انگار چسبونده تو بغل خودش و آقایی که دهن باز حیرونه و اینجا هم ببینید یه مثل حرم پرچمی که بالای سرش، بچه تو بغل مادر، حرم، پرچم، آقایی که ببینید دهنش رو اینجوری باز میده، یه اتفاق مثل معجزه، یه اتفاق مثل حالا هر چیزی که نشدنیه شده. فرزندی که تو بغل، حالا کسالتی داشتن، فرزنددار نمیشدی، نظر و نیازی کردین، پیرامون فرزند مرتبط با بچه‌تون، شفای فرزندتون، سلامتی فرزندتون، بچه دار شدنتون هستش، هر چیز مرتبط با یک بچه، بچه که تو بغل مادر و آقای که دهن باز حیرون براتون دارم میبینم. اشاره که همیشه اتفاقات قشنگ و خوب برای تک تک شما عزیزان رخ بده. اما بریم برای ادامه فاق، انشالله که تک تکتون به مراد دلتون برسید انشالله. خب احساستون چه خبر؟ خب دوست دارین کسی رو، انشالله که احساستون همیشه همینطور برقرار باشه. خب حواستون رو جمع بکنید تو موقعیت کاری یا تو موقعیت خونتون. ببینید دو نفری که یکی داره روش به این ور، یکی داره روش میره به این ور، حالا این خانم آقایی هستین، دوتا آقا هستین، تو موقعیت کاری، تو خونتون، تو رابطتون، تو دوستیتون، تو هر چه که هست چهره گویان، یکیشون که آقاست، یکیش رو تشخیص نمیتونم بدم، چهره گویا نیست، خانم یا آقا، به هر حال یا دوتا دوست یا دوتا شریک یا تو زندگی یا تو موقعیت کاری تو ارتباطتون. ببینین درش شکافی که ایجاد میشه به واسطه مشکلاتی که با هم دیگه دارین، با هم دیگه سازش ندارین، با هم دیگه یا زبون همو متوجه نمیشین، حرف همو متوجه نمیشین، شما یه چیزی میگین ایشون یه چیزی میگه، یا هر چه هستش یک شکافی که داره بینتون به وجود میاد و هر کدوم انگار دارین میرین سمت هم، یعنی یک شراکتی که به هم میخوره، حالا دوستی که به هم میخوره، شراکت زندگی، شراکت کاری، رابطه دوستی، به واسطه مشکلاتی که به وجود اومده، به شکافی که بینتون ایجاد شده، روی هر کدومتون خلاف جهت هم دیگه دارن براتون میبینن. یه خانمی هم دایره زندگی رو داره ترک میکنه، به روشنی و مثبتی جویای کار هستی، برای تحصیل، برای کار، برای ازدواج، برای هر آنچه که داری قدم برمیداری، خانم جوانی که داری دایره زندگی رو ترک میکنی، انشالله که همیشه به دل خوش تک تکتون دایره زندگیتون رو ترک میکنی انشالله. خب اینجا هم دارم براتون میبینم. خب حالا بذارین تمامش رو تا براتون کامل بدون ببینید، یه ارتباط رو دارم براتون میبینم، یه ارتباطی که حالا یک ازدواجی که با شخصی که از نظر مالی رزق و روزی داره، اینطوری قشنگ تر بهتون بگم، ولی ازدواجی که حالا خانمی که محرمیت ازدواج هرچی که داره سر میگیره فقط با ایشون نیست، فقط با این شخصی که از شاید به واسطه رزق و روزی یا به خاطر پولی که این آقا داره باهاش هستش، یا موندگاریش با ایشون فقط به خاطر پولشه،
حالا نمیگم چهره چی دارم براتون میبینم، شخص پررزق و روزی یا مال داره، پول داره، اعتبار داره، پول داره، مال، اعتبار نیست، پوله. شخصی که پول داره به ارتباط به خاطر پول ایشون هستش، دست دائما پیش ایشون درازه، کوزه که دارم میبینم و ایشون داره مشکلات مالی شما رو حل میکنه، یعنی ارتباط این خانم با این آقا صرفا به خاطر نیاز مالی که براش برطرف داره میکنه. دور جون تک تک خانمای گل و نازنین و مهربون، من فقط تصاویری که میبینم رو میگم، هر آنچه که میبینم. انشالله که ناراحت نشن، نه خانمای گل نه آقایون بزرگوار. به حال رزق روزی دنبال پول طرف هستی، شخص دیگه که روی سر شما نشسته، آقای جوانی که روی سر شما نشسته، به ارتباطت الان در حال حاضر با ایشون هم هست، یعنی ایشون رو فقط صرفا به خاطر مادیات و پولشون میخواین، وصل بودنتون علتش پوله. شخص دیگه روی سر شما الان نشسته، حضور داره الانم که من دارم با این فالو میگیرم، الان بهتون پشت کرده، الان از دستتون راحتی یا بینتون کاتیا قهریشه، شما الان دلخوری، هرچه که هست الانم بینتون فاصله افتاده. خب از این طرف دارم براتون میبینم یه راه احساسی رو دارم براتون پیرامونی، یه راه احساسی داره قدم برمیداره، قدمی که به روشنی و مثبتی انشالله برمیداره و موفقیت که نصیبتون میشه. ماهی خوشگل قشنگی که داره به دستتون میرسه توی یک ازدواج و یک محرمیت، توی یک ازدواج بسیار موفق، چون از این ور دیگه نگاه کنی پایی که داره احساسی به زندگیتون گذاشته میشه به شخصی که به زندگیتون، آقایی که داره میاد با دلی هم قلب خوشگلی که برای ازدواج و محرمیت داره براتون پیش پا میذاره، پا میذاره همین که از نظر رزق و روزی آدمیه که دستش به دهنش میرسه، شما رو نیاز مالیتون رو هم فراهم میکنه، هم قلبا هم مالی، هر دو یه ازدواج بسیار موفق رو میبینم. خانمی رو غمگین، مشکلات خانوادگی داری یا درگیر یک سری مسائل و مشکلات هستی، مشکل داری، کنار زندگی دارم میبینم تو حالتی که به افقها خیره شدی، تو حالتی که نمیدونی چی کار باید بکنی، تو سردرگمی دارم میبینم خلاف جهت دایره زندگی ایستادی و تو حالتی که به واسطه مشکلاتی که داری نمیدونی باید چه کار بکنی، مبهمه برای زندگی، گیجت کرده یا ذهن پریشانی داری، هر چه دستش نه اینکه دایره زندگی رو ترک بکنی، سردرگم دارم میبینم انگار توی حالت مشکل واسطه مشکلاتت دقیقی کم آوردی، نمیدونی باید چه کار کنی، به زودی راهی که برات باز میشه و گشایشی که انشالله برات رخ میده رو به رو تو روشن ببینم، نه لکی افتاده نه خطی افتاده هیچی، بس انشالله که یک گشایش و برجی تو کارت به وجود میاد و از این وضعیت نابسامان یا تو حالت فکری که عمیقا ذهنتو به هم ریخته داره هر موضوعی که هست بیرون اومدن رو براتون میبینم. خب الف نون، حالا هر شما هستین یا هر شخصی هستش که دارم میبینم، ممکنه خودتون هستین پیرامونه که یه زنگ و تماس و شما رو از یک تردید و دودلی یا بلا تکلیفی بیرون میاره، شخصی که توی نام یا نام خانواده دیگه حرف الف و نون داره، زنگ تلفن، سردرگمی و روشن از یک بلا تکلیفی شما رو نجاتتون میده. آقایی رو دارم میبینم کنار زندگیتون برای سقفی میخوای قدم برداری، قدمی که یا شما رضایت قلبی شخص دیگه رو به وجود میاری یا خودت با رضایت قلبی پیرامونی یک سقف برای شخص میخوای قدم برداری. آقایی که تقریبا جوان شاید رو به میان سال قد و پیشونه اثباتا خلوت دارم برات میبینم، هرچه که هستش آقایی که برای آقایی داری قدم برمیداری، ذهن تو فکرت ببینید توی سرت یه آقاییه برای آقای جوان، یه آقایی برای آقای جوان، مثل پدری که برای فرزندش داره کاری میکنه، برادری که برای برادرش داره کاری میکنه، برای هر کسی که داری کاری انجام میدی الان دل شکسته یا فکرش خیلی به هم ریخته است، آقایی که تقریبا جوان تعریش دارم، چشمایی دروش داری، آقایی که سن سالی ازت گذشته، برای یک آقای جوانتر که تمام فکر و ذکرتو درگیر کرده. خب پس ببین بالاتر خانمی که روی سرش میخواد یک ارتباط یا محرمیت یا سر بده، نگرانه، شما یه حرکتی انجام میدین و قلبش رو شاد میکنی، راهی رو براش باز میکنی، حالا برای ازدواجش قدم دارین برمیدارین، فکرش از سرتون بیرون نمیاد، آقایی که ذهنتون رو درگیر کرده، پسرتون، برادرتون محرمیتی میخواد سر بگیره، یک حریم میخوان وارد زندگی بشن، یه مشکلی دارن، شما کاری براش میکنی که قلبشون رو شاد میکنی، یه رضایت قلبی دارن براتون میبینم. خب
و از این ور یه ماهی گنده ولی سیاهی رو براتون دارم میبینم. چشمشو ببینی، دهانشو ببینی، ولی کدر افتاده. بس یک ماهی که روی زندگیتون افتاده، مالی که روی کارتون یا یه پولی که تو موقعیت کاری یا خونتون باید به دستتون برسه، ولی کدر دارم میبینم. یک مالی که فعلا به دستتون نمیرسه، گیر داره، مشکل داره، مانع داره، یا حالا مخالف داره یا موافق داره. خب یک سند روشنی که براتون خورده میشه و شما دیدین همه رو از این سند خبردار میکنی. این سند میتونه خرید و فروش یک میل باشه، میتونه به ثبت و سند یه چیزی باشه، سند، یا میتونه پیرامون ازدواجتون باشه. سند ازدواجتون رو داریم به همه گوشه همه میرسونیم، خوشحالی که داریم به گوشه همه میرسونیم از یک سند، اتفاق سندی که براتون داره رخ میده. آشتی برای افرادی که تو نام خانوادگیتون حرف آ داره، آ یا الف داره یا ای داره، هر چی که هستش، خوشحالی، پرچم روشن، صلح و آشتی که براتون رخ میده. طرف مقابلتون یا شما حرف آ دارم براتون میگم، حالا الف دارم میبرم. خانمی که ببینید رو در روی آقای هستی، میخوایم به هم دیگه وصل بشیم، یه مشکل بینتون دارم میبرم برای وصل شدن. حالا این وصل کاری یا زندگی، هر چی که هست، برای وصل شدن یا اتصالتون به هم دیگه یه مشکل، ولی مشکلی که به روشنی حل میشه، روشن افتاد، یعنی مسئلهتون حل و فصل میشه، تمام میشه. خب من اینجا دارم براتون یه چاقو، یه سری، حالا یه چیز وحشتناک دارم. حالا نمیدونم چه حرکتی، چه کاری، چه قدمی، چه چیزی، چه کار کردین، چه حرکتی برداشتین، چه قدمی برداشتین، نمیدونم. به هر حال هر چیزی هستش منتهی به یه بحث و بگو مگو هم شده و علت این بحث و بگو مگو این اون کاری که شما کردید. ببینید صورت رو، ببینید چهره رو، ببینید. مثلا نمیدونم حتی به زبان بیارم براتون که چه هستش. قدمی که خود اون شخصی که حرکتی انجام داده خودش میدونه چه کار کرده. به هر حال الان داری یه کاتی، یه بحث بگو مگو، یعنی اومدین چی میگن ابروشو بردارین، زدین چششو کوک کردین، تازه بینتون دعوا شده، کدورت شده، ناراحتی شده به واسطه همین حرکت منفی که انجام دادی. شاید در بینتون هم حتی فاصله افتاده یا جدایی رخ داده. خب البته که روی صحبتم باز با تعدادی از دوستان هستش و بازم توی این قسمت روی صحبتم با تعدادی از دوستان هستش که شاید برای شما این کارهایی انجام میدین جواب نمیده، شاید برای تعدادی خیلی هم مثمر ثمر باشه، خیلی هم کارشون راه بیفته. خب و راههایی که داره براتون باز میشه، گشایش هایی که دارم براتون میبینم، پیرامون راههایی که براتون بسته بوده، تو هر راهی که میخواستیم بریم برای یه راهی که براتون بسته بوده، حالا داره راههایی که براتون باز میشه. هر چه هستش مرتبط با قدم هایی که در مسیرهایی که میخواییم بذاریم، راه ها گشوده میشه، باز میشه. اگر فکرتون، ذهنتون درگیر پیرامون مسیر و راهی که فکر میکردین شدنی نیست، راه و مسیر که براتون بود، یا ایده های خلاق یا فکر خلاق یا راهکارهایی که جلوی پاتون میذارن، راه ها چند تا راه جلوتون باز میشه برای اینکه به اون هدف نهاییتون برسه و این اتفاقا براتون رخ خواهد داد. سقف روشنی که براتون دارم میبینم و حالا هر جایی که دارین یک سقف رو تهیه میکنین، حالا برای نمیدونم، حالا سیاحتی هستش یا اصلا خرید و فروش میخواد انجام بده، دارین گردشی میرین، تفریح میخواین بکنین، دریاچه و رودخونه و هاری همچون چیزی هم دارم براتون، آب و دریا دارم براتون میبینم. هر سقفی هم که دارین میرین توش، دریا کنارش هست، ساحل، دریا، هرچه هستش، ببینید رنگل روشنی که براتون از ایبر افتاده، یعنی انگار یه مسافرتی در پیش دارین که تو اونجا یه قدری به آرامش میرسین، سفری که شما رو یه ذره ذهنتون رو آزاد میکنه و انگار از دنیا فارغ میشین، یک سفری که دریا، آب، خونه، حالا هرچی کنارش هست و شما رو به آرامش میرسونه. خب و دیگه براتون، خب آقای جوانی هم که تو دل زندگیتون دارم میبینم، آقای جوانی که از یک ترازو گذر کرده، از یک دادگاهی که اومده بیرون به روشنی، ترازو، ببینید راه دادگاهی رو دارم ببینم، پلی که با موفقیت طی کردی، گذر از یک ترازو و دادگاه رو دارم میگم، یک راه دادگاهی قانونی که به روشنی گذر میکنی. البته که این گذر کردن که راه و مسیری که ببینید حکمهایی که منفی بوده بر علیه قلبهایی که کدر دارم میگم، یعنی حالا خودت یا خانواده‌ای که دل شکسته از این موضوع بودی یا ناامید بودی، راه دادگاهی که براتون روشن مثل پل براتون زده میشه، ترازو، قلب شکسته ولی ترازو، ولی پول و از مشکلات تمامی رهایی، و آقای جوانی که به دل زندگیت ورود میکنی، خلاصی و رهایی از یک راه دادگاهی که براتون دارم میبینم. انشالله که همیشه دلای همه شاد باشه و هیچ کس توی
دادگاه و قانون گزارش نیفته. شخصی که مدور جون، حالا شخصیتی که سودجو، تفسیرش رو براتون میگم، شخصیت سودجویی که برای یک ازدواج براتون نقشه کشیده و ازدواج هم داره به تعویق میندازه، از قبل شما داره نفعی بهش میرسه و ازدواج هم داره به تعویق میندازه، علتش همینه. شاید بهتون قول وعده خواستگاری میده یا قول وعده اینو میده که من رسما از شما خواستگاری میکنم و این ازدواج هم سر خواهد گرفت، داره بهتون دروغ میگه، نفعی از شما داره بهش میرسه. یا اگرم این خواستگاری سر بگیره و این جلسه رسمی و این قرار رسمی خواستگاری رو هم بگذاره، مطمئن باشین که این پنهانکاری و دروغی که داره به شما میگه رو میشه، متوجه میشین که این خانم یا این آقا شخصیه که شما رو برای مادیات یا پول بیشتر میخواسته، به توجهش به مادیات شما بوده یا اولویتش مالی. شاید با هم شریک مالی بودین، حالا دارین ازدواج میکنین، شاید با هم دیگه بینتون یک ارتباط کاری بوده، نفعی از شما عایدش میشده، حالا داره یک محرمیتی رو سر میده. قدر حواستون رو لطفا جمع بکنی پیرامون این عهد و پیمان ازدواجی که داریم بسته میشه. خب و آقای جوانی هم که با لبخند زن و خوشحال دایره زندگی رو داری ترک میکنی، آقای جوانی که داری میری از دایره زندگی بیرون، دارم میبینم خوشحال و خندون هم داری میری بیرون، پس به یک موفقیتی دست بده کردی و خوشحال و خندون داری دایره زندگی رو ترک میکنی. یه درختی هم که براتون دارم میبینم، موفقیتی به دست میاریم به دو وعده نزدیک، ولی این درخت رو خودتون ببینید، یه قدری کدر یه قدری روشن، 100% رضایت شما توی این موفقیت نیست، یعنی از یک اتفاقی که براتون میفته به دو وعده نزدیک به دو ماه نخواهد کشید، به دو شاید دو روز، تا دو هفته، حتی اکثر تا دو ماه آینده اتفاق براتون خواهد داد، به یک موفقیتی میرسید، ولی موفقیتی 100% رضایت شما رو جلب نمیکنه. یک موفقیتی که آنچه که دلتون میخواسته باید شاید رخ نمیده، ولی موفقیت دارید. خب دهانی که به قشنگی و خوبی براتون داره باز میشه، ولی به واسطه یک خانم دارم میبینم براتون دارم پیرامون شما دارن صحبت میکنن، خانم و آقایی که روبروی همدیگه، خانمی که سن و سالی ازشون گذشته، آقایی که تقریبا جوان، با همدیگه روبروی همدیگه نشستن دارن صحبت میکنه، ولی هرچه هستش پیرامون یه راه احساسی و دلی هستش برای یک ازدواج و برای خواستگاری و برای محرمیت یا هرچه هستش، مثل مادر و پسر یا خواهر بزرگ و پسر جوانتر، آقای جوانتر، داری با هم دیگه صحبت میکنی پیرامون یه راه احساسی، مثل خواستگاری میخوای بری یا ازدواج میخواد سر بگیری یا یک دوستی، داری مشورت میگیری از بزرگتر خودتون پیرامون یه همچین چیزی، و دهانی که به روشنی داره باز میشه، یعنی داری از اون شخص به قشنگی و خوبی صحبت میکنی در مورد اون شخصی که در موردش میخوای قدم برمیداری. خب یه زنگوله روشن دارم براتون میبینم، خبر خوش و ازدواج تو قلبم افتاده و نعل خوشگل براتون افتاده، پس هر چه هستش خبری که تو هم با موفقیت و خوشحالی قلبی شماست، برد موفقیت خوشحالی قلبی ازدواج یا خبر خوشی که براتون خبر خوب میاره، رضایتتون جلب میشه. خب یه شخصیت کدر و منفی رو دارم براتون میبینم، ببینیم یه پاش به سمت یعنی روش به سمت زندگی شماست یا به سمت شماست یا چشمش به پشت سرش هم هست، نه یه شخصیت که خیلی داره خوب محتاطانه داره قدم برمیداره، کدر منفی، ببینید سیاه، صورت سیاه، کدر، دو تا چشم سفیدیش پیداست، به سمت شما داره حرکت میکنه، ولی پشت سرش هم حواسش به پشتش هم هست، یه حرکتی داره انجام میده که احساس خطر داره میکنه یا خیلی محتاطانه داره قدم برمیداره یا با احتیاط داره قدم برمیداره، و ها شخصیت منفیه که به سمتتون میاد، ولی داره خیلی حواسش رو به پشت سرش هم هست که وقت اتفاقی براش نیفته یا مشکلی براش به وجود نیاد، حالا تو دوستی، تو کاری، تو هر ارتباطی هست مواظب بگم چه شخصیت باشه، خانم یا آقای. و مهر روشن دارم براتون میبینم پیرامون یه سختی که ببینیم براتون بالاخره راهی باز میشه، مهری که خورده میشه پیرامون یک سختی که روش کدری افتاده بوده، ولی این سختی که براتون بالای سرش روشن دارم میبینم، یه سقف خوشروزیه، یک سقف روشنه، یه سقفی که از قبلش پولی نصیبتون میشه یا نفعی براتون داره، اگر مشکلی توش به وجود اومده داره برطرف میشه، سندش بالاخره میتونی سندش رو میزنی به نام یا سندش به نامتون
خورده میشه، حالا یکی یا تعدادی از افراد، راهی که براتون بالاخره باز میشه، یه گیری که داشته برطرف میشه به امید خدا. یه وعده دو به من داده و حالا یا به وعده دو وعده دیگه پولی نصیبتون میشه، یا تا دو هفته دیگه خوشحالی کاری مالی دارین، شاید یک موفقیت مالی دارین یا ارتقای مالی دارین، یا عدد دو مبلغ پولی که به دستتون میرسه به دو وعده دیگه. حروفی که میگم میم دال ری، یه راهی که منتهی به یک سقف روشن میشه، در یک مسیری قدم برمیدارین، راهی میشین برای یک سقف. حالا این سقف سقف کاریتون هستش، راهی که منتهی به یک سقف روشن میشه، ورود به بازار کار، ورود به یک خونه جدید، ورود به خونه بخت، راهی رو میرین، راهی سفر میکنین برای یک سقف روشن، ورود به یک سقف روشن، هر چه هستش براتون یک سقف روشنی که در انتظارتونه دارم میبینم. خب یه سری مشکلاتی که خیلی کم اهمیت و کوچیکه توی خونه، ولی خودتون داری گندش میکنی، بزرگش داری میکنی. یک سری مشکلاتی که توی خونه افتاده ببینی، ولی شما دارین بزرگش میکنی، از یک کاه دارین کوه میسازی. مشکلی که حل شدنی هستش ولی دارین بزرگش میکنین. حالا همچه حالتی دارم براتون میبینم، حالا خانم یا آقایی که به هم دیگه هی پشت میکنی به واسطه یه سری مشکلات کوچیک، مشکلی که حل شدنی ولی خودتون دارین خیلی پیچ توش میندازی یا گره توش میندازی، خودتون دارین بزرگش میکنین. حل شدنی، حلش کنین، مشکل حل شدنی، یعنی به دست خودتون حل میشه. خب یه راه دادگاه قانونی دارم براتون میبینم، ترازویی که به روشنی دارم براتون میدم. حالا میم ه میم دی مثل محمد یا محمد نام هستین یا محمد، هر چه هستش، ببینید راه دادگاه قانونی دارین حرکت میکنین، ولی این راه دادگاه قانونی مرتبط با یک سقفه، سقفی که ببینید بازم سقفی که زیرش پول افتاده. ببینید مثل تو موقعیت کارتون مشکلی به وجود اومده، کارتون به دادگاه میکشه، حالا میتونه مرتبط با کارتون باشه، زیر سقف کارتون باشه، مرتبط با چک، پول، مادیات باشه، هر چه هستش، یا افرادی هستین زیر سقفی که دارین کار میکنی، یک مشکلی براتون زیر سقف پیش میاد که راهی دادگاه و قانون میشه و حکمی که به نفع شما صادر میشه یا پولی که برمیگرده به سمتتون، هر چه هستش ترازوی روشن براتون دارم میبینم. از یه چشم انتظاری به شخصی که به زندگیتون پا میذاره یا شخصی که براتون قدمی برمیداره و شما رو از یک چشم انتظاری بیرون میاره. خب بازم دارم براتون یه قلک دارم میبینم، پولی که باز به دستتون میرسه علیرغم که مشکل داریم، ولی مال قلک یا اندوخته ای دارین که ازش استفاده میکنین به زمان مناسب، در یک تایم زمانی که نیاز داری از یک اندوخته ای استفاده میکنی، پولی که به دادتون میرسه، به یا شخصی توی زندگیتون اندوخته ای داره که در یک تایمی که شما نیاز مالی دارین به دادتون میرسه و از اون کمک میکنی، کمک میگیری. خب بازم پایی دارم براتون میبینم، این نشان از آن هستش که شخصی که به جز شما با شخص دیگه در ارتباطه، حالا تو دوستی یا زندگی مشترک، یک ارتباط شخص سومی رو دارم براتون میبینم، رد به پای شخص دیگه که توی رابطتون یا توی زندگیتون هست. و شخصیت کدر و منفی هم هستش، یعنی میدونسته که شما هستین ورود کرده، با علم به این که شما هستین ورود کرده، با دونستن این موضوع به رابطه یا به زندگی ورود کرده. شخصیت منفی. خب تو دل زندگیتون دارم میبینم فرزندی که خوشحالی برات دارم میبینم، فرزندی که یه رضایت خاطر برای یک فرزندی اتفاق میفته، لبخندی که رو لب یک فرزند دارم میبینم، چه اتفاقی قراره بیفته که خوشحالی برای بچه‌تون یا یک موفقیت برای یک فرزند تو دل زندگی رو خواهد داد، ان شاء الله خوشحالی خواهید داشت. خب یه کاتی و قهری هم دارم براتون میبینم، ولی شمشیر حالا خنجر هر چه اسمشو بذاری، ولی به روشنی دارم میبینم، یعنی یه کاتی قهری جدایی که آشتی میکنی، صلح و صفا داره، دوستی، دوباره ارتباطتون با هم دیگه شکل میگیره. خب آقایی که داره به سمتتون حرکت میکنه، آقایی که سرشو پایین انداخته داره راهی میشه، حرکتی که داره یه آقای انجام میده راهی داره میشه، ولی ناامیدانه داری در یک مسیر قدم برمیداری. بله مانع دارم برات میبینم، شاید میدونی که الان حرکتی که داری انجام میدی شاید رضایت تو جلب نکنه، شاید به در بسته بخوری،
یه گذشته ای هم داری، حالا شاید این گذشته ای که قطع امید کردی، حالا پیرامون احساسی یه گذشته ای داری، نه توی این مسیر یه بار قبلا قدم گذاشتی و نتیجه دلخواه نصیبت نشده، به خاطر همینه که ناامیدانه در یک مسیر داری قدم مجدد رو برمیداری. ولی این راه پرفراز و نشیبه، یا ممکنه برای رسیدن به اون خواستت فراز و نشیبی رو تحمل بکنی، ولی دیگه اون گذشته تلخ رو تکرار نخواهی کرد، دوباره برات پیش نمیاد. راهی که برات دیگه باز دارم میبینم و شما به آرامش میرسی، یک ازدواج موفقه، یک کار موفقه، هر چه که هست، دومین قدمی که داری برمیداری یا راه دومی که داری برمیداری یا ازدواج دوم یا کار دیگه‌ای که داری شروع میکنی برات موفقیت آمیزه. حالا پیرامون هر آنچه که نیت شماست، یک بار به در بسته خوردی، راه دوم رو براتون دارم، شما رو به آرامش میبرم. دراز شدین، نر روشن قشنگ که براتون تو وجودتونه، یعنی همون حالت که دراز کش هستین، دراز شدین، نر سفیدی که تو وجودتون است، یعنی از این مسیری که حرکت کردین به اون نتیجه خوششانسی و برده که نصیبتون میشه، برد موفقیت. خب یه عدد 6 و پولی که به دستتون میرسه و وسط دل زندگیتون این پول زمانی به دستتون میرسه، خبر کبوتر پولی که به رقم 6 به دستتون، زمانی این خبر رو به گوشتون میرسه که شما بسیار خوشحال میشین، قلبتون شاد میشه، خوشحالی قلبی داری. شاید این کبوتر راهی شدنه، شاید یک سفری میخوای بری، نیاز به یک مبلغ پولی داری که زیر مجموع عدد 6 و خوشحالی قلبی شما رو به وجود میاره. راه سفر، حالا این داخلی یا خارجی، هر جایی که میخوای بری، نیاز به یک پولی دارین زیر مجموع عدد 6 که رضایت قلبیتون حاصل میشه. این پول هم میتونه معنی بده، چون کبوتر تو دل کبوتری عدد افتاده. خب یه دوستی که به زودی داره شکل میگیره، آغاز یک رابطه رو دارم میبینم براتون. خانمی که از دایره زندگی، معذرت میخوام، خانمی که از دایره زندگی داری میای بیرون، داری خارج میشی و روبرو شخصی که بسیار آدم موفقیه، یعنی یک ارتباط یا یک ازدواج یا یک دوستی یا هر چی که هست، خانمی که با یک آقایی که شخصیت بسیار آدم موفقیه، حالا تو زمینه تحصیلی، تو زمینه کاری، تو زمینه اجتماعی، آدم بسیار موفق دارم میبینمش. خب الان یه چیز دیگه بهتون بگم، خیلی ذهنتون رو درگیر میبینم، برای تعدادی از دوستان زیر سقفی که اصلا فکرتون درگیره، زیر سقفی که اصلا مغزتون انگار دیگه، آدم دیدین یه زمانی میرسه اصلا مغز آدم کار نمیکنه، اصلا فکر آدم دیگه هنگ میکنه، اصلا دیگه واقعا نمیتونه، قدرت تصمیم گیری نداره. الان برای تعدادی از دوستان توی این شرایط دارم میرم، یه راه براتون افتاده، شاید داره بهتون میگه حرکت کنی، شاید راهی بشین، شاید سفر کنی، یا توی راهی قدم بردارین که ذهنتون رو آروم بکنه، قدری از این دغدغه فکریتون کم بکنه. حالا راه قطعا سفر نیست، شاید میگه برین برای یک حرکت، یه راه حرکت کنی، راه برین، فکر کنی، حرکت کنی، دیگه فکر انقدر نکنی، راه برین، ورزش کنین، سفر برین، نمیدونم، خودتون رو به آرامش برسونین، هر راهی که شما رو به آرامش، یکی میخواد تو پارک میشنه به حس خوبش دست میده، یکی سفر میکنه به آرامش میرسه، یکی در حالا یه حرکت مثبت، راه روشنی که تو یک مسیر قدم برمیداره که براش آرامش داره. به حال الان میگم وارد اون راه بشین، هر آنجا که شما رو به آرامش میرسونه و این ذهن درگیرتون یه قدر آروم کنی، اینقدر فکر نکنید. خب یک قفلی هم که داره براتون باز میشه، پس یک گشایشی که براتون دارم میرم، این قفلی که پریده از جا، یعنی انگار کلید رو انداخته، قفلی که باز شده، پس یک گشایش روشن دارم براتون ببینم که کمتر از یک وعدی اتفاق براتون میفته. هرچی هم هست، این گشایش مرتبط با یک سقف کار، خونه، هرچی هست، گشایشی که تو زمینه کاری ماریتون، شاید زیر سقفی که الان هستین یه گره و گرفتاری دارین حل میشه، زیر سقف خونتون، زیر سقف کارتون، یا برای سقف مشکل دارین، برای ورود به سقفی مشکل دارین، گیر و گرفتاری که برطرف میشه. خب ازدواج بسیار زیبا، دو تا انگشتری که به هم پیوند داره میخوره، ازدواج روشنی که دارم براتون میبینم داره رخ میده، پس به زودی یک ازدواجی در پیش دارین، مراسم ازدواج خودتونه انشالله، یا مراسم ازدواج یکی از اعضای خانوادهتون، کسی که به دیواری زندگی شما وصله. یه عدد 21 برای من نوشته با یه قلب شاد، تا 21 روز آینده، یا هر چه که 21 قلبتون شاد میشه، یک اتفاقی تا 21 روز آینده، یا تا 21 وعده که ما نداریم،
به عدد 21 از زمانی که شما در این فایل رو ملاحظه میکنی تا 21 روز بعدش، تا یعنی ممکنه فردا، پس فردا تا 21 روز آینده خوشحالی قلبی دارین. حالا محرمیتی میخواد رخ بده، ازدواجی میخواد رخ بده، کاری میخوای پیدا بکنین، اتفاق قشنگی براتون رخ میده که خوشحال میکنتتون، قلبتون رو خوشحال میکنه، قلبتون شاد میشه، به هر حال یک اتفاق بسیار عالی تا 21 روز آینده. خب یه اتفاقی هم براتون دارم میبینم ولی نمیدونم چه اتفاقی قراره براتون رخ بده. اصلا اگاه که یه حالتی که نمیدونم چه کلمه ای میشه به کار برد، میخکوب میشی، نگاه به زمین میخکوب بشی، هر اتفاقی هست شما رو بس که شوکه کنه، همچین چیزی رو براتون دارم میبینم. پس یه اتفاقی که براتون رخ میده و نمیدونم چیه، روشن یا منفی، خوب یا بد نمیدونم، ولی هر خبر یا اتفاقی که قراره به گوشتون برسه شما رو به شوک میبره. حالا انشالله که این اتفاق بسیار زیبا باشه و یک خوشحالی بی‌وصف نصیبتون بشه. یا خبر انتظار شنیدن این خبر رو نداشتیم، شاید دور از انتظارتون بوده این اتفاقی که رخ بده، هر چیزی شما رو میخکوب میکنه. برای دوستانی که تو نام خانوادگی تو حرف ب داره، چرا به هر دری میزنی به در بسته میخوری؟ در بسته احساسی دارم میگم و راه احساسیتون به در بسته میخوره. اسمتون ب باید داشته باشه، نام یا نام خانوادگیتون باید ب داشته باشه. به در این ور بسته اون ور بسته دارم براتون میبینم. چراش الان خودم بهتون جواب میدم. ببینید، نمیگم چراشو جواب بهتون میدم، میگم بس انگار ناامید هستیم، از این بر راه احساسی بسته، از این بر راه بسته، بالای سرتون و پایین. آخه شما فقط دارین به چی میگم، فقط دارین به یه نقطه، انگار یه گذشته بدی داشتین، یه اتفاق بدی هم حالا براتون تصادفا اتفاق افتادی، یا هر چی که، یه دوستی بدی، ازدواج بعد، یه دوستی حالا دوباره ارتباط بعدیتون ناموفق بوده، دیگه قطع امید کردید. در صورتی که راه هایی که از بالا و پایین در میان براتون باز میشه، بالای سرتون روشن، پایین هم روشن، یعنی حالا تو هر مسیری که هستش که به در بسته میخوردیم پیرامون راه احساسی، هم به هم ه، به و ه، حالا از هر هی که شما مد نظرتون هستش، راه هایی که براتون بسته بوده، هم یک اشتباه اول یا یک مسیر غلط یا چیزی که براتون نتیجه نداشته و دومی هم براتون نتیجه نداشته، حالا الان دارم میبینم که این دفعه دیگه انگار بخت با تو دیار هستش و نه یک بار، دو حالت، دو گزینه یا دو راهی که براتون باز میشه و شما حق انتخاب داریم. خب خانم آقایی که داری با هم دیگه قرار رو پنهانی میذارین یا دیدار ملاقات های احساسی داری میذارین، حواستون جمع باشه. یا آقایی که بالای سرتون داره قشنگ زوم کرده روتون داره بهتون نگاه میکنه، ببینید شما دارین دیدار میکنین، قرار و ملاقات هایی که دارین میذارین، حالا یا پنهانی هستش و هر چی دارین قرار میذارین، یا رقیب احساسیتون هستش یا شخص شما رویتون زون کرده یا حواسش به شما هست. خب شروع تازه، راهی که براتون داره باز میشه، آغاز یک راه رو براتون دارم میبینم، یا شروع جدید یا کار جدید یا حرفهای خواهین شنید که براتون موفقیت داره، یا هر چه هستش یک آغاز دوباره، یک شروع دوباره، یا یک تولد دوباره، یا یک زایش دوباره رو براتون دارم میبینم، انگار که دوباره متولد شدیم و میخواییم دوباره یک راهی رو شروع بکنیم، یک همچون چیزی رو براتون دارم. انشاءالله که همیشه روشن باشه، همیشه راه ها براتون روشن باشه. خب حالا کنار اون راهی زنگولی که به نشانه کاتی و جدایی که به یک وعده براتون، حالا جدایی داره رخ میده به یک وعده، ولی جدایی که پر درد سر بوده، خیلی رفت آمد کرده و این جدایی که داره براتون رخ میده، هر دوتون هم برین شاهد این هستین که این مشکلات حل شد و بالاخره جدا شد. خانم آقایی که داری نگاه میکنی به این ترازو، به این مهر و به یک وعده که اتفاق براتون داده، مشکلتون بالاخره حل شد، تمام شد، یعنی با هم بودنتون به عنوان یک مشکل بوده و حل شده، داری میخندید، نگاه میکنین و میخندید، پشت سر گذاشتین جدایی که دارم براتون میبینم. خب سقف روشن، میگم قشنگی یک فال اینه که هم زیباست، هم اتفاقی که رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک، اصلا فال در آینده دور معنی نداره،
ببینید خونه قشنگ و روشنی رو که براتون دارم ببینم، سقف روشنی که شاید یک ازدواج موفق یا خونه خیلی خوشی رو نمیخرید یا خانواده بسیار موفقی هستید، هر چه هستش سقفی که توش احساس آرامش میکنید، دور هم خانواده هستید که شاد هستید، با هم بودنتون رو دارم میگم، نمیگم در آرامش هستید، از کنار هم بودن حس خوبی دارین، یا یه خونه یک توش حس خوبی دارین، شاید تهیه یه خونه که توش حس آرامش میکنین، یه بالاخره خونه ای رو تهیه میکنین که دیگه خیالتون راحت میشه و آرامش تو این خونه زندگی خواهید کرد انشاءالله. بازم یه نعل قشنگ براتون دارم ببینم، خوششانسی و برد، چقدر برد خوششانسی، البته که این خوششانسی جلو پای یه خانمی افتاده مرتبط با یک سقف یا ازدواج یا کاری که برای خانمی که روشن روشن دارم ببینم و یک فرزندی که تو بغلت گرفتی، مادر هستی، خانمی که مادر هستی، حالا متأهل یا گذشته دار نمیدونم، مشخص نیست، ولی سقف روشن و یه خوششانسی از یک سقف، پس یک برد، یک موفقیت برات دارم میبینم پیرامون یک کار یا یک خونه روشن. خب و یه چهار خب یه دماغ دراز روشن، پس به پس اسمی که یا تو چهار وعده آینده دروغ برملا میشه، یک دروغ یا یک پنهانکاری به چهار وعده نزدیک دروغی رو میشه، یک کسی که اسمش تا چهار حرفه، دو سه چهار حرفی هستش، اسم شخصی که تا چهار حرف هستش دروغش رو میشه یا پنهانکاریش برملا میشه، پس یا تا چهار وعده آینده اتفاق دروغی رو میشه، یک اسم شخصی که دو سه چهار حرفی هستش به زودی رو میشه، چیزی رو از شما پنهان کرد یا به شما دروغ گفته. خب برای خانم های خبر بدم که داریم وارد یک زندگی میشین، ورود به یک زندگی رو براتون دارم میبینم، خانمی که خودت یا شاغل هستی یا تحصیل داری میکنی، یعنی یا دانشجو هستی یا تحصیل داری میکنی یا شاغل هستی، ازدواج موفق با یک شخص کنار به کنارتون میبینم، حالا یا همکارتون هستن یا با هم رشته هستین یا هم دانشگاهی هستین، همکار هستین یا نه اصلا شما خانمی که دارم کیف به کل دارم میبینم و داری وارد زندگی میشی، خانم شاغلی هستی یا خانمی که در حال تحصیل هستی. خب و قلب خوشگلی که براتون دارم میبینم و راهی که براتون روشن، راهی که منتهی میشه به یه آقای جوان، برای آقایون دارم میبینم یک ازدواج دلی و خوشحالی قلبی، ببینید قلب پاتی رو ببینید، قلب خوشگل منتهی شد به یک آقای جوان، آقایی که یک راه احساسی که به ازدواج منتهی میشه و رضایت خاطرت رو جلب میکنه، ازدواج بسیار ایدئال برای آقایون. خب بیرونی زمین هم قلبتون شاد میشه، یه چهاردیواری روشن، حالا ارث میراث مهریه هر چه هستش خوشحالی قلبی ازش داری، یه گیر داشته یک مانع داشته ولی قلبتون شاد میشه، از یک چهاردیواری خونه زمین مغازه ملک هر چه هستش خوشحالی براتون دارم میبینم. خب مهر روشنی که براتون خورده میشه، به روشنی براتون دارم ببینم، یک مهر روشنی که براتون به زودی خورده میشه، مهری که به روشنی یعنی خرید و فروش، ثبت و سند، ازدواجی که وسط دل زندگیتون باعث رضایت خاطرتون میشه، مهر روشن. و سفر کردتون هم حالا خبر دارین ازش، و کسی که راه دوره ازش خبر داره، تو اسمش هم جیم داره، شخصی که از شما دوره، قهرین، فاصله، سفر، راه، مسیر و اسمش تو اسمش جیم داره، ازش خبر دارین، خانمی که پشت بهش کردی، بس آقاییه، شاید هم دوست، شاید هم حالا آقا نباشه، شاید اون شخص آقا نباشه، ولی خانمی که بهش پشت کردی، حالا خلف وعده کرده، تو اومدنش تأخیره یا فاصله ای بوده بینتون، هر چه هستش که الان خانمی که پشت به این آقای کرد یا خانم یا هر کی دوستتون هستن، سفر، راه تو بود مسافت هستن، یا قهر یا کاتی جیم داره تو نام یا به خانوادگیش، ولی لب تو خندون دارم ببینم، خوشحالی از اومدنش یا خوشحالی از رابطه که دوباره شکل میگیره، الان داری پشتتو کردی، خب دل شکسته ای، ناراحتی، یه جوری بالاخره ناراحتت کرده، ولی خوشحالی از اومدنش، خوشحالی دارم براتون ببینم، پس ارتباطتون شکل میگیره ان شاء الله. خب اینجا من
راهی شدن یک خانواده رو دارم میبینم، پدر، مادر، فرزند، خانواده که داری راهی میشین، تو مسیر راهی هم که داری میری مشکلات دارم براتون میبینم، از سختی ها یا مشکلاتی که گذر خواهین کرد ولی میرین. حالا هر جایی که راهی شدین، سفری در پیش دارین، راهی رو در پیش گرفتین، خانواده که در یک راهی میخواین قدم بردارین، راهی که براتون یه سری مسائل و مشکلاتی رو در بر داره ولی راهی که راهی میشین، شما به حال دارین میرین که به امید خدا ان شاءالله که راه براتون باز میشه. خانمی که روی کوزه که مالی که باید برسه بهت نمیدن نشستی، خانمی که به 6 وعده آینده مالی که به دستت نمیرسه بالاخره به دستت میرسه، یا پولی که حق تو بوده بهت نمیدادن بهت میدن به 6 وعده، خانمی که 6 روی کوزه که کدر دارم میبینم، مالی که بهت نمیدادن یا به دستت نمیرسه یا مشکل داشته تو گرفتن این پول، حالا از هر جایی یا از هر کسی، به 6 وعده نزدیک مال به دستت میرسه انشالله. و یه آقایی هم دارم اینجا دارم ببینم، چقدر جالب ترین ندیدم آقایی که ببینید چقدر به آرامش رسیدن یک آقایی رو دارم ببینم، برای آقایی یه اتفاق قشنگ، یک موفقیتی یا یک رضایت خاطر، یا از نظر مالی یا از نظر کاری یا هر آنچه که نیت شماست، نیتتون هرچه از شما به آرامش میرسید و به آرامش درازده میشید. ببینید قشنگ لم دادی، پاتونم حالت نیمه قلب دارم میبینم، پس با رضایت قلبی آرامش که به دست میره انشالله که مشکلاتتون به زودی حل میشه، هم خانمای گل هم آقایون بزرگوار. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، تا دیداری و خدا نگهدار، فالکدی آرزو.